به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. در این ویدیو میخوام در مورد چگونگی لیست کردن اجناس در ایبی با شما صحبت کنم. یه سری تغییرات اومده در ایبی که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. خب دوستان، قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم خواستم از تک تک شما عزیزان تشکر کنم به خاطر اینکه لایک میکنین ویدیوهای ما رو، کامنت میذارین و سابسکرایب کردین شبکه ما رو. اگر که دفعه اولتونه که به شبکه ما وارد شدین، خواهش میکنم با لایک کردن، سابسکرایب کردن و کامنت گذاشتن ما رو حمایت کنین. ممنونم از شما. خب بدون اینکه وقت رو تلف کنم میریم که ببینیم چجوری میتونیم یک جنس رو در ایبی لیست کنیم. وقتی که در صفحه اول ایبی هستین، این قسمت بالا مای ایبی روی قسمت سلینگ میین و روش کلیک میکنین و در همین صفحه میین در قسمت لیستینگ و روی کرییت لیستینگ کلیک میکنین. اینجا از شما میخواد که بگین که چه چیزی رو میخواین بفروشین. شما یک دیسکریپشن خیلی مختصر در موردش میذارید. مثلا من میسم تیشرت و وقتی من این تیشرت رو ببینین انتخاب میکنم، یه سری ساجستشن های دیگه هم خودش میاره. مثلا میذارم تیشرت من، مثلا میذارم تیشرت فور من، اینجا مثلا with pocket، مثلا با جیب. آره همین رو میذارم، تیشرت فور من with pocket و ریسرچ کلیک میکنم. اینجا ایبی خودش چند تا ساجستشن برای شما میاره که میتونین از همین های استفاده کنین اگر میدونین که جنسش و سایزش و تقریبا شکل و شمایل تیشرتی که شما میفروشین با اینها تقریبا یکی هست. میتونین از اینها استفاده کنین، روی اینها کلیک کنین و تغییرات خودتون رو در این لیستینگ بیارین. ولی من اینجا فعلا میذارم که continue without a match، چون میخوام از همون اول نشون بدم که چجوری میتونین خودتون این کار رو انجام بدین. اینجا از ما میپرسه که مثلا چون تیشرت ما داریم الان میفروشیم، میگه که کاندیشنش چجوریه. مثلا دست دوم هست، نو هست. اگه نو هست اون تگ رو داره به حساب اون تیک کاغذی که خود مثلا شرکت سازندش اون رو روی تیشرت زده، اون رو داره یا نداره. من فعلا میزنم داره، continue. خب اینجا از ما میخواد که عکس رو بیاریم. من اینجا چند تا عکس انتخاب کردم قبلا، میارم اوپن میکنم. ببینین این عکس من کیفیتش پایینه و اینجا میاد که یه علامت قرمز اینجا داره، پس من همین رو دیلیتش میکنم. این مین پیکچر من هست در ایبی. شما میتونین با درگ دراپ کردن مین پیکچرتون رو عوض کنین. اینجا اگه گالری پلاس بزنین، $1 شما رو ایبی چارج میکنه. این فقط عکس شما رو در ایبی وقتی که توی صفحه ایبی بزرگتر نشون میده، لازم نیست این کار رو انجام بدین. اینجا همون تایتل ما هست. من پیشنهاد میکنم حتما 80 تا رو کامل کنین، یا مثلا 78 76 تا. هرچه بیشتر اینجا بنویسین و هرچه خط کیورد بهتری استفاده کنین به نفع شماست. در اینجا ساب تایتل هست که باز هم مثل تایتل میمونه ولی کوچکتر اون پایین نوشته میشه، ولی $2 ایبی از شما میگیره اگه این کار انجام بدین. و 55 تا ورد هم میتونین اینجا استفاده کنین. کاستوم لیبل این کاملا اختیاری هست، دوست داشتین بزنین، دوست نداشتین نزنین. مثلا یه چیزی باشه که شما بفهمید که این شماره ای که میزنین یا اینجا یه کلمه ای که میزنین شما رو به یاد این تیشرتتون بندازه که آره این تیشرت منه. معمولا میزنن مثلا تاریخ میزنن، مثلا سال 2022 ماه 12 روز دوم این تیشرت رو
من گذاشتم و اولین تیشرتمه. اینجا چی میگه؟ مثلا من این رو اینطوری گذاشتم که در این تاریخ من این تیشرت گذاشتم و این اولین تیشرت منه که من اینجا میذارم. این رو حتی میتونین هر چیزی خواستین بذارین، اسمتون هم میتونین بذارین، اینو اصلا کسی نمیبینه جز خودتون. خب کاتگوری اینجا چون تیشرت رو من زدم، ایبی اتوماتیک خودش فهمیده که تیشرت برای آقایون هست و کاتگوری رو برای من انتخاب کرده. ولی بعض وقتا اگه کاتگوری شما اینجا درست نیست، حتما باید بیاین اینجا و کاتگوریتون رو بهتر درست انتخابش کنین مثلا. ولی همینجا فعلا برای من درست انتخاب کرده بود. سکند کاتگوری اگه بزنین شما رو 35 سنت چارج میکنه ایبی، ولی میتونین بازم بزنین اینجا انتخاب کنین. مثلا دوباره بیاین اینجا داخل مثلا گوجا بود کلوزینگ، مثلا اگه فرض کنین هم تیشرت مردون است هم زنونه، مثلا خانم رو انتخاب کنین وومن کلوزینگ و مثلا تاپس، و اینجا میبینین که 35 سنت شما رو چارج میکنه. اگه نخواستین میایین اینجا کلیر دان و اون کاتگوری دوم رو حذفش میکنیم. خب اینجا از شما میخواد برندش رو بزنین، اگه برند ندارین اصلا لازم نیست بزنین، میتونین کلیر آل کنین. اوکی. بعد سایز تایپ اینجا میزنین چه سایزی هست، اینجا میتونین انتخابش کنین. تایپ تیشرت هست یا مثلا اینجا فعلا تیشرت داره، ولی شما میتونین سرچ بزنین یا چیزی که خودتون دوست دارین رو هم بزنین. کالر رنگ و اینها ادیشنال، اینجا میتونین چه فیتی هست، تیمش چی هست، اگر مثلا عکس یک کارکتری روی تیشرت هست، مثلا سوپرمن هست، اینجا میتونین انتخاب کنین. خلاصه اینها وریشن انواع مختلف تیشرتی هست که شما دارین. الان اینجا من این دوتا رو دیلیتش میکنم، از اول خودم اضافه میکنم، یه دونه مثلا میخوام کالر باشه رنگ و میخوام سایز هم باشه سایز. سیف ببینین سایز و کالر اومد. حالا سایز میخوام اسمال باشه و مثلا لارج. کالر میخوام که دوتا کالر باشه، بلک دارم من و آبی. بعد میذارم کانتینیو. حالا شما میتونین انتخاب کنین بیشتر، ولی من فعلا همینا رو میذارم کانتینیو. پس من 4 تا وریشن دارم دیگه، اسمال بلو، اسمال بلک، لارج بلک، لارج بلو و اینجا. خب یو پی سی شماره بارکدی هست که روی تیشرتاتون هست، اگه ندارین نذارین، اگه دارین بذارین. کوانتیتی تعدادشون هست، مثلا از هر کدومش، مثلا من از این 2 تا دارم، از این 5 تا دارم، از این 3 تا دارم، از این مثلا 4 تا دارم. قیمتاشون هم اینجا میذاریم، این 10 دلار مثلا، این 51 دلار، 15 دلار، 10 دلار، این یکی مثلا 25 دلار. اینجا قیمت بود. بس SKU هم که گفتم یک عددی یا حرفی یا عدد با حرف دلخواه هست که شما میتونید اونجا بذارین و اصلا مهم نیست یاد، ولی نشون میده که این جنس مال کدوم یکی هست. Save and Close. اوکی. در این قسمت دیسکریپشنش رو شما باید بنویسین. دیسکریپشنش رو حواستون باشه، اینو همه جا نمیگن، دیسکریپشنش رو بهتره که طوری بنویسین که کیوردهایی که در داخل تایتلتون گذاشتین رو در همون پاراگراف اول دیسکریپشن یه جوری جا کنین، نه این دقیقا همون رو کپی کنین پیس کنین اینجا، نه، از کیورداش حتما در پاراگراف اول دیسکریپشنتون استفاده کنین، چون الگوریتم ایبی اینطوری هست که یکی میاد مثلا یه تیشرت رو در ایبی سرچ میکنه، ایبی میاد میبینه تایتل شما چی هست، میاد میبینه که توی دیسکریپشن شما چی نوشتین، و اگر ببینه که مثلا اون چیزی که شخص سرچ کرده در هم در دیسکریپشن شماست هم در تایتل شما، بعد جنس شما رو میاره توی صفحه اول.
اینو همه جا نمیگن، پس این رو در نظر داشته باشین و مثل ربات ننویسید، مثل یک انسان بنویسین. ننویسین مثلا آره تیشرت فور من، تیشرت گرین، تیشرت بلو، اینها رو ننویسین، اینطوری ننویسین. بنویسین مثلا خیلی مثل انسان، مثل یه نفر که توضیح میده این تیشرت چیه. بنویسین مثلا این تیشرتی که شما میبینین از این جنس مرغوب فلان چیز درست شده، رنگ‌های مختلف، ما این و این و این هست و این تیشرت ما جیب داره، آستینش بلنده، کوتاه، یقه داره، یقه نداره. خلاصه خیلی قشنگ داخل دیسکریپشن مثل یک انسان اون به حساب بنویسین که make sense کنه، نه یعنی مثلا مثل ربات بنویسین، چون الگوریتم ایبی و گوگل خیلی به حساب میفهمه این رو که یه رب مثل ربات نوشته یا مثل یک انسان نوشته. خلاصه روی این قسمت بیشتر کار کنین و سعی کنین که همون کیوردهای خیلی خوب رو همون اول دیسکریپشنتون بنویسین. بعد این قسمت والیوم پرایسینگ، این رو که اوکی کنین اینطوری میشه که مثلا اگر شخص خریدار شما 2 تا بخره شما بهش 10% آف میدین، یا مثلا 3 تا بخره 15% تخفیف میدین، 4 تا بخره 20% بهش تخفیف میدین. این از اون لحاظ هست، میتونه آن باشه میتونه آف باشه. من الان میذارم آن باشه. اسکیجول یور لیستینگ، مثلا امروز نمیخواین که این لیست بشه، میخواین فردا بذارین لیستینگ رو، میتونه اینجا دیت و تایم بدین و این هم از این. در قسمت شیپینگ اینجا میتونین که شیپینگ پالیسی خودتون رو انتخاب کنین، مثلا 3 روز طول میکشه، 5 روز طول میکشه، 2 روز طول میکشه، یا که مثلا اگه میخواین که فقط بیان از دم در خونتون ببرن یه جایی قرار بذارین، میزنیم لوکال پیکاپ اونلی. من فعلا زدم مثلا فری شیپینگ، مثلا پول پست رو خودم میدم. خلاصه از اینجا میتونین انتخاب کنین، یا اینکه خودتون کرییت شیپینگ پالیسی خودتون، پالیسی خودتون رو درست کنین. اونجا در این قسمت میگه که مثلا شما میتونید انتخاب کنین به ای بی بگین اگه جنس من فروخته شد من به شما 5% رو میدم و جنس شما رو به صورت اد یا ادورتایز یا تبلیغات میاره مثلا صفحه های بالاتر. این رو لازم نیست این کار رو انجام بدین، اگه خواستی میتونین انجام بدین. این قسمت خب آسونه دیگه، پیمنت باید داشته باشین، پیپل باید داشته باشین، پیپلتون رو به اینجا وصل میکنین، ایمیل پیپلتون رو میدین و این قسمت اوکی میشه برای شما. بعد اینجا ریترن پالیسی میتونین انتخاب کنین. ببینین اینجا مثلا من ریترن پالیسی اگه کلیک کنم اینجا آپشن های مختلفی هست که میتونین ازش رو انتخاب کنین یا که خودتون یه دونه جدید درست کنین. خب بعد این قسمت که چریتی هست، چون ما این بالا از 2 تا کاتگوری استفاده نکردیم و از این هم استفاده نکردیم، این لیستینگ رو برای ما میزنه که فری هست. الان من میزنم ولی فکر کنم یک سری مشکلات پیش بیاد. الان ببینیم، من لیستو میزنم، خب اروری نداد، پس این الان لیستینگ ما لایف هست داخل ای بی، مشکلی هم نداره و اینجا میتونیم که بریم داخل ویو لیستینگ، راست کلیک و جنسمون رو ببینیم. ببینید اینجا میتونیم سایز رو میزنه اسمال، لارج، بلک، بلو و اینجا مثلا قیمتاش با تغییر هم میکنه، اسمال بلک بود مثلا $10، اسمال بلو بود مثلا $15، مثلا 2 تا بخره دونه ای مثلا $13.5 میفته، چون 10% ما آف دادیم اگه 2 تا بخره، 3 تا بخره خب بیشتر، 5 نام اویلیبل هست، مثلا شیپینگ ما اینطوری هست، فری هست و عکس هامون هم اینجا افتاده. این هم اون دیسکریپشن کوتاهی بود که من نوشته بودم، ولی پیشنهاد میکنم دیسکریپشنش رو بهتر و زیباتر بنویسین. و این بود خلاصه طریقه لیست کردن اجناس در ای بی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر سوالی دارین در قسمت کامنت بذارین، من حتما جواب میدم.
لایک و سابسکرایب شبکه ما یادتون نره. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار شما.